میگن که در یکی از جنگ های ناپلئون وقتی رسیدن به یکی از روستاهای الجزایر، مردا رو کشته بودن، مردا نبودن، بعضی ها بیرون بودن، هر کی مردی چیزی در راه اومد اینا رو کشتن. بعد سربازان گرفتن این زنای روستا رو، گرفتن هر یکی یک زنی رو برداشت رفت به اتاقی و بهشون تجاوز کردن. تجاوز کردن و این زنا زار زار اومدن بیرون، اون سربازا فرار کردن رفتن، کار خودشون کردن رفتن. یه زنی اومد بیرون، سر سرباز تو دستش بود. این زن تونسته بود دست خودش دفاع کنه و اون سربازه رو بزنه و سرش رو قطع کنه. این اومد بیرون، این دستش و خنجرش خونالود بود، اونهای دیگه ناموسشون خونالود بود. همه اومدن بیرون، همه زن ها این زن رو دیدن. یعنی به همه زن ها تجاوز شده، این از ناموس خودش دفاع کرده. الان مردها بیان چه خواهند گفت؟ جامعه چه خواهد گفت؟ میگن که شما چرا مثل اون نشدید؟ اینها به خاطر اینی که خودشون این آر خودشون رو بپوشونن، همه اتفاق کردن که باید این زن رو بکشیم. همه حمله کردن، این زن با عفت رو کشتن. امروز ما اینجوری شدیم، به جای اینی که بیاییم از اون انسان کریمی که از عزت و کرامت خودش و عزت و کرامتی که ما بهش ایمان داریم دفاع میکنه، ولقد کرمنا بنی آدم، خداوند ما رو کرامت داده، ما اومدیم، جامعه اومده اونو میگه ای بدبخت، چرا مثل ما ذلت رو قبول نکردی؟ اگه مثل ما ذلت رو قبول میکردی بچه هات کشته نمیشدن، خانت کشته نمیشد. پس ایمانت به تقدیر کجا رفت؟ اگر این افراد، این 100,000 نفری که امروز در غزه کشته شدن، اگر این جنگ صورت نمیگرفت اینا کشته نمیشدن. اگر بگی نه، پس تو اصلا در عقیدت مشکل داری. اگر اینها اینجا کشته نمیشدن، یه زلزله میومد مثل زلزله ای که سال گذشته ترکیه رو زد، 500,000 نفر کشته شدن. پس اینا میمردن. فرق بین اونی که با کرامت و عزت مرد و جام شهادت رو به سر کشید، عزت و کرامتش باعث شد که جهان چشم و گوشش باز بشه. اگر 100,000 نفر در غزه کشته شدن، الان حداقل 500,000 نفر از در بطن جامعه کفر مسلمون شدن. همین میگن چرا مسلمون شدی؟ میگه ما خدا رو در غزه دیدیم. Thank you.